ویدیوی جدیدی از اعترافات میلاد حاتمی. با ما تو این ویدیو همراه باشید، جزئیات این خبر و صحبت‌ها و اعترافاتی که میلاد حاتمی انجام داده رو با هم می‌بینیم و می‌شنویم. شما هم برای اینکه ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام برای عکس، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم که میلاد حاتمی رو یادتون نرفته باشه، همون شاخ مجازی که به واسطه لایف هاش خیلی مشهور شده بود و سایت شرط بندی داشت و توی ترکیه بروبیایی داشت و میگفتش که من صاحب استانبولم. میلاد حاتمی باز رفت جلو دوربین و یه سری اعترافات جدید انجام دادش و راجع به خیلی از مسائل که قبلا صحبت نکرده بودش صحبت‌های جدیدی رو انجام داد. بریم بدون معطلی صحبت‌های جنجالی که میلاد حاتمی انجام داده رو ببینیم و بشنویم. میلاد حاتم‌آبادی فرانی هستم، 25 ساله، متولد تهران، که اکثرا اسم میلاد حاتمی میشناسنم. اون اوایل هم آقای مربی میگفتن یا زبل خان. ساکن تهران بودم، شرق تهران. یه تایم توی بازار کار میکردم، اونجا توی صرافی کار میکردم. بعد اونجا یک سال اونجا کار میکردم، بعدش رفتم جزیره کیش با یکی از دوستانم. اونجا با کار گردشگری آشنا شدم، کار گردشگری انجام میدادم. چند تا دوست داشتم توی آنتالیا زندگی میکردم، دوستای 4-5 سالم بودم. اونا گفتن بیا ترکیه، همون کار گردشگری تو میتونی ادامه بدی. بعد از اونجا هم مهاجرت کردم، رفتم ترکیه. وای، من اومدم ترکیه. کیسی که اونجا ارائه دادم برای پناهندگی، یعنی فعالیتایی که توی این اینستاگرام میکردم، حالا رقصیدن و پارتی رفتن و مشروب خوردن و حالا همون لایوا یا پستایی که میذاشتم و از این قبیل، اونجا گفتم که اگه ایران برگردم به مشکل میخورم و کیملیک پناهندگی گرفتم، چونی که بتونم به صورت قانونی زندگی کنم. شروع کردم فعالیت اینستا و کارهای تبلیغات و مثلا تبلیغات شغلهای مختلف و همین تبلیغاتی که ایران هم میکنن، فال و اینجور چیزا دیگه. اینا شروع کردم یه تایمی که بعدش با سیستم سایتهای شرط‌بندی آشنا شدم. سخت کار کردن گذشته، مثل من توی خونه آقای خودتون باش. 40 میلیون بردم با 4. ببین 40 میلیون با 14 میلیون بردم، نگاه کن. نتایج فوتبال ها کی میبره کی میبازه مساوی میشه، چند تا رو با هم پیش میکن، بازی انفجار رو دریاب. امروز خیلی فوتبال هست، من اگه جای شما بودم بازی فوتبال پیش میکنم، با سودش میرفتم روی میز انفجار. با انفجار آشاشی یعنی با پول آشنا شدی. 14 میلیون رو ببین چقدر ساده داره میره بالا، شد 25 میلیون. مرسی از سایت خوبه، من با 50 تومن توی یه هفته این همه پول بردم. ما برداشت رو زدیم، ممنونم از سایت خوبه. طرف میاد وارد میشه، خب اولش یه مقدار سود میکنه میبره و رفته رفته این برعکس میشه، هرچی بازی میکنه منجر به باخت میشه. دیگه آخرش هر چی بود از دستم رفته، یعنی من هر جد مالی دارم، من سایت های ایرانی بود، جوایزم منو نمیدادن و امثال منو نمیدادن. اینجا من بارها و بارها دیدم اومده نوشته وای 50 میلیون سرمایه‌ام رو آوردم اینجا، همه رو باختم، خودم رو به خاک سیاه نشوندم. چه بازنده چه برنده، 50% واسه من سایت داره، 50% واسه آقای سیستم. حقیقت هم اگه قرار بود همه بخوان که همه قمارباز بشن و پول ببرن، که اون موقع دیگه همه این پولا همین رفت جیب همه کسایی که فقط بازی میکردن. واقعیت اینجوری 90% میبازن به عشق اینکه چی، مثل یه سری ها که بازی خوب بلدن. کم کم آشنا شده بودم که نفر اصلی کیه، سیستم کار به چه صورته، که باز دوباره توی دایره آقای سعدالله امیرشواقی بهم پیام داد. نام مستعارش هم دکتره یا اکثرا سایت امیر میگن. ایشون نفر اصلی بود، یعنی هر جایی که تبلیغ سایت شرط بندی میشه یا حالا تراکنشی هست یا حالا درگاهی هست، همش میشه زیر مجموعه ایشون. این نفر اصلی ایشون اصلا، سیستم اصلی و سرور مادر دست این آقاست. مونتیگو و پدرش کسانی هستن که به عنوان بزرگتر این سیستم هستن که خدای نکرده کسی پرش به پر هم دیگه
نخوره بهش 4 تا نشه 5 تا نفراتی رو مشخص میکنن، این نفرات رو میذارن که حالا کسایی که توی حالا یا خواننده هستن یا توی اینستاگرام فعالیت میکنن یا اینفلورنسر هستن، اون نفرات اینا رو جذب میکنن برای تبلیغات کردن. و حالا یه سری نفرات هستن اینا رو جذب میکنن، یه سری نفرات هستن کار درگاه و کار کارت انجام میدن، یه سری نفرات هستن کار پشتیبانی، یعنی بابت هر چیزی نیروهاشون رو گذاشتن. سیستم ولفت رو بهم دادن با زبلبل، دیگه قرار شد با اونا کار کنم، من کار تبلیغات انجام بدم، اونا هم به من پول بدن. توی ولف ثبت نام کنید، اونجا شارژ میکنم مبالغتون رو. هر کسی که توی ایران به قدرت میگم از این راه داره پول در میاره توی ولفه، جایی که توپش پره همچین جایزایی میده، هفتش تا ماشین و BMW و سانتافو و سفر رایگان به ترکیه و پشتیبانی عالی و جوری که میگفتن حالا پست بودش یا استوری بود، نسبت به اون یه مبلغی بابت تبلیغاتش بهم میدادن. اکثر اونایی که تبلیغ میکنن و زیر مجموعه هستن 50% هم 50% دیگه شو خود سیستم مادر برد. و کسایی که توی این اینستاگرام فعالیت میکردن حالا فالووراشون زیاد بود، از پویان مختاری، دنیا جهانبخت، داوود غفاری، اینا توسط نفرات جذب میشن و اینا حقوق میدن بابت تبلیغ سایت شرط بند. گفت ما بهت خونه میدیم، ماشین میدیم، تبلیغات کن، بابت تبلیغات بهت پول میدیم. لایو هرچی میگم یکو میگم پنج، پنجو میگم ده، اون برای شو کردن، اون برای اینکه حالا زندگی لاکچری بخوام میشه. خیلی جا افتاده بود توی فضای مجازی نمایش دادن اکثرا حالا دلار و یورو به صورت قانونی، هیچ جای دنیا انقدر پول اجازه نمیده به نمایش بذاره. تقلبی هم بینش بودش، پولای واقعی هم بینش بودش. 1 میلیارد خریدیم. توی لایو هم مثل این گفته بودم 1 میلیارد. به مبلغ 15,000 لیر خریدم دوتا انگشتر رو. طلای سفید بود، سفارشی رو دادم طراحیش کرده بود که البته خودم دادم زردش کرد. آقا اینم مستند شد. زندگی رو باید از گرگ. از بچگی علاقه خاصی به گرگ داشتم. شیر که سلطان جنگله، در نهایت توی سیرک هم میبرنش، ولی خب گرگ هیچ وقت رام نمیشه یا مثلا توی هیچ سیرکی دیده نمیشه. سعی داشتم هم دیده شم هم به نمایش بذارم. یه صدا براتون درارم. این سیستمی که ما باهاشون کار میکردیم، خب بیشتر تکنیکشون این بود که میگفتن از طریق حالا لایف استایل یا زندگی لاکچری میتونید مخاطب بیشتری جذب کنید. بیشتر هدف شو کردن و نشون دادن لایف استایل و زندگی شیک و ایدئال بودش برای جذب مخاطب بیشتر. این حواشی که توی اینستاگرام حالا از سمت هر کسی اتفاق میافتاد، حالا یا دعوا بودش یا کسی با کسی دوست میشد یا کسی با کسی قهر میکرد، اینا همش برای جذب مخاطب بودش و به ما میگفتن که توی این تایم این کارو بکنین، توی این تایم اون کارو بکنین. و بخش دوم داغ کردن حاشیه است و افشا کردن حاشیه با سناریوی از قبل طراحی شده است که توسط آقای امین فردین این کارو انجام میشه. من امین فردین، اولین خبرنگار با سبک پاپاراتزی در ایران هست. خبرنگار پاپاراتزی همه زندگی پنهانی یک سلبریتی رو افشا میکنن. امروز هم یه ویدیو جنجالی پروپیمون برای شما داریم که اگر تا انتها ببینید قطعا لذت خواهید برد. خود آقای امین فردین هم از شبکه قمار پول میگیره بابت داغ کردن و افشا کردن و از این قبیل کارها. وضعیت خوبه، چی کار میکنی؟ یه چیزایی شنیدم تو تلگرام تقدیم میکنی. شما با وبسایت مایت دارید وضعیت خوبه؟ روی 3-4 تا استوری سفت و خوب بذاری میده. استوری چقدر میدید ما تبلیغ کنم؟ استوری $1,000 بدید. عمرن رفیقمونی استوری $2,500 بدید. هر چند تا بخوای میتونی استوری بزنی.
خب رفقا نظرتون راجع به صحبتایی که میلاد حاتمی انجام داده چیه؟ به نظرتون تحت فشار و توی بازجویی و اینجور چیزا این اعترافاتو انجام داده یا نه واقعا صحبتاش واقعیت داره و صادقانه انجام شده؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. یادتونم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.